در برنامه هفته میخواهم درباره واژه تاریخ سخن بگویم. واژه تاریخ در فارسی دست کم به سه معنا به کار می‌رود. یک، دانش یا توصیف رویدادهایی که در گذشته در اجتماع انسانی پیش آمدند. این را در انگلیسی history میگویند، در فرانسه histoire و در آلمانی geschichte. دو، حساب رویدادها نسبت به مبدأ خاص، مانند تاریخ مسیحی، تاریخ یزدگردی، تاریخ هجری و دیگرها. این را در انگلیسی era، در فرانسه ère و در آلمانی era میگویند. سه، روز معینی از ماه و سال، این را در انگلیسی date میگویند، در فرانسه دت، در آلمانی داتوم. پس میبینید که ما واژه تاریخ را برای سه بگرت کنسپت گوناگون به کار میبریم. این وضع در فارسی اشکال دارد، زیرا سخن را چند پهلو و ناروشن میکند. به ویژه در اخترشناسی این هر سه بگرت به کار میروند و به کار بردن یک واژه برای آنها از نظر ترم شناسی پرسون دقیق نیست، باعث اتلاف وقت و هدر رفتن انرژی فکری می شود. یک نمونه از این مسئله ها این است که ما نمی توانیم عبارت انگلیسی زیر را درست به فارسی ترجمه کنیم. Important dates in history، ترجمه آن می شود تاریخ های مهم در تاریخ. در این عبارت تاریخ اول به معنای زمان رویداد است، تاریخ دوم به معنای دانش رویدادها. معمولا در چنین موردهایی مترجم از روبرویی با مسئله می‌گریزد و ترجمه می‌کند روزهای مهم در تاریخ. این با روالی که همه پسند و همه فهم هم هست جور در می‌آید، ولی پاسخگوی نیازمندی‌های اندیشه‌ای ژرف‌تر نیست. می شود گفت که گونه‌ای کلاه گذاشتن سر خود و دیگران هم هست، چون روز و دیت یکی نیستن. توجه به این ساگن‌ها، نوانس‌ها بسیار مهم است. همین جزئیاتند که زبان و اندیشه را تواناتر و بارورتر می‌کنند. تا چند دقیقه دیگر خواهم گفت که من این عبارت را چگونه ترجمه می‌کنم. نخست ببینیم که واژه تاریخ از کجا آمده است. ریشه آن روشن نیست، ولی به احتمال بسیار عربی نیست. جوالیغی، ادیب و لغتشناس عرب که در سده پنجم هجری در بغداد میزیست، بر آن است که تاریخ ریشه عربی ندارد و مسلمانان آن را از اهل کتاب گرفتند. جلال الدین سیوطی، ادیب معروف مصری که در سده نهم هجری در قاهره میزیسته و اثرهای او را تا 561 کتاب و رساله برشمردند، در المزهر میگوید که تاریخ واژه‌ای است عربیده، یعنی معرب. چنان که میدانیم عرب‌ها دارای حساب نگاه داشتن رویدادها نبودند. تاریخ هجری یا اسلامی را خلیفه عمر برپا کرد، آن هم به یاری ایرانیان. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه به داستانی اشاره می کند که به دنبال آن عمر تصمیم گرفت تاریخ اسلامی را برپا کند. می گوید قباله یا براتی را نزد عمر ابن خطاب آوردند که موعد پرداخت آن ماه شعبان بود. عمر گفت که مراد کدام شعبان است؟ آیا این شعبان که درانیم یا شعبان آینده؟ پس اصحاب را جمع کرد و در این کار با ایشان مشاوره کرد و گفت این حیرت را که در امر زمان برای من روی داده رفع کنید. اصحاب گفتند ما باید چاریان را از عادت ایرانیان به دست آوریم. هرمزان را حاضر کردند و این اشکال را بدو گفتند. هرمزان گفت ما ایرانیان را حسابی است که ماه روز میگوییم، یعنی حساب ماه‌ها و روزها، و چون این لفظ را تعریب کردند موروخ شد و مصدر آن را تاریخ قرار دادند و هرمزان چگونگی استعمال تاریخ را و آنچه که رومیان مانند آن را به کار می‌بندند برای ایشان شرح داد. عمر به اصحاب گفت که برای مردم تاریخی وضع کنید که به کار ببندند. پس بنابر ابو ریحان واژه تاریخ از واژه پهلوی ماه روز گرفته شده است.
نویسنده فرهنگ انجمن آرا میگوید ماهروز را نخست به مورخ عربیدند، سپس به تاریخ و از آنجا به تاریخ. این بعید نیست، زیرا در عربی چنان واژه بیگانه را دگرگون می‌کنند که در بسیاری موردها شناخت دیسه اصلی آن دشوار می‌شود. اما برخی برانند که واژه تاریخ عربی است. برای نمونه ابو نصر اسماعیل جوهری، عالم معروف لغت عرب که ایرانی است و در سده چهارم هجری می‌زیسته، ریشه آن را عرخ یا ارخ به معنای گوساله گاو وحشی دانسته است. حتما از این ریشه شناسی در شگفت شده اید. میگوید رابطه تاریخ با این معنا آن است که مانند تولد گوساله گاو وحشی حادثه‌ای پدید می‌آید. ولی باید گفت زاده شدن هر جانور یا انسانی رویدادی است. چرا از میان این همه گوساله گاو وحشی را گرفته است؟ به گمان من این هم از ریشه شناسی های من درآوردی است. از مطلب خود دور می شویم، ولی اشاره کنم که ابو نصر اسماعیل جوهری در فاریاب زاده شد، به بغداد و شام و حجاز سفر کرد و در نیشابور درگذشت. او نخستین کسی است که واژه های عربی را به ترتیب حرف های هجا مرتب کرد. همچنین نوشتند که علم عروض را تکمیل کرد. میگویند در پایان عمر به اختلال حواس دچار شد و به خیال پرواز افتاد. دولنگ در را زیر بغل گرفت و از محل بلندی خود را به پایین انداخت و درگذشت. کسانی هم ریشه واژه تاریخ را در زبانهای دیگر سامی مانند اکدی، آرامی، اوگاریتی و عبری جستند. برخی پیشنهاد کردند که تاریخ میتواند با واژه عبری یرخ به معنای ماه هم ریشه باشد. مسئله این است که خود عبری اصلا واژه‌ای برای تاریخ نداشته و ندارد. در عبری نوین که همکنون به کار می رود به تاریخ هیستوری می گویند که از زبانهای اروپایی گرفتند. نتوانستند چنین واژه‌ای را در عبری کلاسیک بیابند. نکته دیگر این است که اصیل ترین واژه‌های عربی دارای همتای عبری هستند. واژه عربی که همتای سامی همریشه با آن نداشته باشد مانند تاریخ به احتمال بسیار عربی نیست. از این گذشته کافی نیست که واژه کمابیش همانندی در یکی از زبانهای سامی وجود داشته باشد. چنین واژه‌ای در عربی وجود نداشته و واژه تاریخ یک باره در عربی پیدا شده است. این نشان دهنده آن است که تاریخ هم مانند ده‌ها واژه دیگر که در عربی وجود نداشتند از زبانهای دیگر گرفته شدند. گفتم که ابوریحان بیرونی تاریخ را عربیده ماه روز پهلوی می‌داند و می‌دانیم که عربی بسیاری واژه‌ها را از فارسی میانه گرفته است. در اینجا می‌خواهم به یک امکان دیگر درباره خاصگاه واژه تاریخ اشاره کنم. در کردی واژه چیروک به معنای داستان است که در کورمانجی به معنای تاریخ به کار می‌رود. دیسه دیگر این واژه دیروک است. تلفظ دیروک با تاریخ نزدیکی دارد، چون دی آغازین می‌تواند به ت تبدیل شود و کی پایانی به خ. دیروک، تیروک، تیروخ، تاریخ. کردی خود زبانی است ایرانی و باید چیروک یا دیروک را از زبان‌های کهن‌تر ایرانی گرفته باشد. دیسه پور و ایرانی این واژه می‌تواند کرک باشد، به معنای داستان، چیز نقل شده، از ریشه کر به معنای ستودن، برگزار کردن، نقل کردن. مقصودم این است که ممکن است دیسه ای از کرکه از فارسی میانه به عربی رفته باشد، ولی این واژه فارسی میانه در متن‌های باقی مانده دیده نمی شود، زیرا همه واژه های فارسی میانه به ما نرسیدند. تنها دیسه کردیان را داریم. به هر حال هرچه باشد، ریشه واژه تاریخ، عرب‌ها تاریخ و تاریخ نویسی نداشتند. این چیزها را از مردمی که دارای تمدن و فرهنگ کهن و پرواری بودند به ویژه ایرانیان آموختند. نخستین کتاب‌های مهم تاریخ در عربی را ایرانیان نوشتند. تاریخ طبری که ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید طبری در آغاز سده چهارم هجری نوشته، نخستین تاریخ جامع به زبان عربی است. این کتاب یکی از کهن‌ترین تاریخ‌های عمومی در جهان است و از نظر تاریخ پیش از اسلام ایران اهمیت دارد.
طبری در آمل زاده شد و مانند بسیاری چهره‌های برجسته ایرانی بعد از اسلام سنی مذهب بود. در هر صورت، هرچه باشد ریشه واژه تاریخ ما آن را در فارسی به کار می‌بریم و من قصد ندارم واژه دیگری را جانشین آن کنم، به ویژه آنکه فردوسی آن را به کار برده، نبشته بر آن حقه تاریخ آن، پدیدار کرده پی و بیخ آن. منتها من معتقدم که باید برای تواناتر کردن زبان معنای واژه تاریخ را محدود کرد. بهتر است که ما تاریخ را تنها در برابر واژه هیستری انگلیسی یعنی دانش تاریخ به کار ببریم. هیستری در زبان‌های اروپایی اصلاً از یونانی می‌آید، از هیستوریا به معنای جستجو، پژوهش، دانشی که از جستجو به دست می‌آید. ارسطو کتابی دارد با عنوان پریتزا هیستوریای، پژوهش درباره جانوران. این واژه یونانی به لاتین رفت و به معناهای جستجو، پژوهش، توصیف، نقل داستان به کار گرفته شد. فرانسه آن را از لاتین گرفت و در سده 13 هم به انگلیسی داد. در آن زمان معنای هیستری در انگلیسی داستان بود. نزدیک به 200 سال طول کشید تا در سده 15 معنای دانش رویدادهای گذشته و ثبت آنها را هم به خود گرفت. معنای داستان را هم حفظ کرد ولی در واژه ستوری که دیسه دیگری است از هیستری. همان موقع که مسلمانان فلسفه و دانش را از یونانیان می آموختند، واژه هیستوریا هم به عربی وارد شد. این همان واژه اسطوره است که امروزه در فارسی به کار می بریم. به هر حال همکنون در فارسی در برابر واژه هیستری تاریخ را به کار می بریم. تاریخ پس از انقلاب‌های دانشی و فرهنگی سده‌های 16 و 17 به صورت دانش انسانی بسیار گسترده‌ای با شاخه‌های فراوان درآمده است. در سخن امروز قصد ندارم به جنبه‌های گوناگون دانش تاریخ بپردازم. گفتارم تنها درباره واژه تاریخ است. گفتم که ما تاریخ را در چند معنا به کار می‌بریم که باعث سردرگمی و اتلاف وقت می‌شود. همچنین گفتم که ما در ترجمه عبارت important dates in history دچار اشکال می‌شویم، چون برای دیت واژه مستقلی نداریم. من در اخترشناسی برای دیت واژه گاه داد را به کار می‌برم، از گاه زمان و داد یعنی داده شده. این واژه از ریشه شناسی دیت گرته برداری شده است. دیت در انگلیسی از فرانسه کهن دت می آید که فرانسه خود آن را از لاتین داتوس گرفته است. داتوس به معنای داده است و با دادن فارسی همریشه است. این نامگذاری در لاتین از آنجاست که رومیان در پایان پیام‌ها یا سندها می نوشتند داتوس، یعنی داده شده به قاصدی که آنها را می برد. و این داده شده رفته رفته معنای زمان داده شده را به خود گرفته است. پس اگر گاه داد را بپذیریم، ترجمه عبارتی که در آغاز پیش آوردم یعنی important dates in history می شود گاه دادهای مهم در تاریخ. گاه داد یا دیت می تواند فقط سال را نشان بدهد. نمونه 1789 معروف ترین گاه داد در تاریخ فرانسه است، یا میتواند پرسونتر باشد و روز و ماه را هم بگوید. نمونه فتح زندان بستی در گاهداد 14 ژوئیه 1789 روی داد. در اخترشناسی به واژه گاهداد نیازمندیم، زیرا نپاهش ها را با گاهداد جولیان ثبت میکنیم. گاهداد جولیان که نباید آن را با گاه شمار یولیایی اشتباه کرد، راجمانی است که ماه و سال ندارد، تنها روزها را نشان میدهد. آغاز این راجمان ساعت 12:01 سال 4713 پیش از میلاد است. بنابراین 23 اکتبر 2016 ساعت 17 به وقت جهانی می شود عدد 2,457,685.208 در گاهداد جولیان. گاهداد جولیان همچنین متغیر زمان در بسیاری محاسبه های اخترشناسی است و چون به هفته و ماه و سال کبیسه باشد یا نه بستگی ندارد، در اخترشناسی بسیار سودمند است. ممکن است این پرسش پیش آید که چرا همان واژه پهلوی ماهروز را به کار نبریم. پاسخ این است که از نظر عملی دشوار است، زیرا واژه های ماه
و روز در آن بسیار هویدایند و این باعث تکرار ممل یا تکرار مخل می شود. به این نمونه ها توجه کنیم. به جای گاهداد آن روز چه بود، باید گفت ماه روز آن روز چه بود. در آن روز تکرار می شود و چندان عملی نیست. نمونه دیگر، به جای در گاهداد شب هشتم اردیبهشت، باید گفت در ماه روز شب هشتم اردیبهشت که لقمه را دور سر گرداندن است. وقت ما به پایان رسید. در این گفتار به جنبه های گونه گونه دانش تاریخ نپرداختیم، آن را برای آینده می گذاریم.